تصاویر اینجا داریم خیلی جالب، مثلا قبل از درمان ارتودنسی بعدش. یه توضیح برای ما می‌فرمایید که اصلا این چه اختلال و ناهنجاری هست و چطور یه دفعه دندون‌ها اینقدر زیبا و شیک میشه؟ ببینید در این اسلاید قبل دندون‌ها خیلی شلوغن. بیماری که ما مراجعه کرده بسیار دندون‌ها شلوغه. چرا؟ چون فک کوچیکه. ممکنه که بیمار فک کوچیک رو از مادر به ارث بگیره، دندون‌های بزرگ رو از پدر به ارث بگیره. دندون‌ها اینا رو هم دیگه نتونن بنشینن، تنظیم نباشن. حد دندون از هر ناحیه‌ای که بتونه می‌زنه بیرون. که در واقع مریضا که میان بچه‌ها به خصوص میگن من دندونم حالت دراکولا داره. اون دندون نیش که داریم اونجا می‌بینیم از اون بالا در اومدن. بله از اون بالا در اومدن. اینا تعداد دندوناشو طبیعیه دیگه، تعداد دندونا طبیعی، فک کوچیکه. فک کوچیکه نمیتونه 32 دندون رو در خودش جای بده. ما به طور طبیعی با 32 دندان داشته باشیم. فک وقتی کوچیک باشه دندونا از هر ناحیه‌ای میزنه بیرون که اون نما رو خواهیم داشت. با ارتودنسی ثابت اون حالت به اون حالت تبدیل میشه. یعنی در واقع ما با روش‌هایی که داریم دندونا رو تو اون فضاها می‌نشونیم. گاهی وقتا ممکنه از بیمار هم دندان کشیده بشه، از اون دندونای عقب کشیده بشه. میتونیم با کشیدن دندونای عقب که بی‌ارزشن، یه دندونایی که داره پوسیدگی هستن، اونها رو ما می‌کشیم، دندونا رو تو اون فضاها می‌نشونیم. که قبل از درمان و اون بعد از درمان هست. در واقع مریض باید 2 سال درمانش طول می‌کشه، ماهی 1 جلسه با ما مراجعه می‌کنه که ما بتونیم دندونا رو با اون سیم‌ها جای بدیم. مریض وقتی مراجعه میکنه سیماشو ممکنه هر جلسه عوض بکنیم، ممکنه سیماش رو نیروشو زیاد بکنیم، نیروشو کم بکنیم، به مریض کش بدیم. با روشهایی که ما داریم میتونیم اون حالت به اون حالت تبدیل بشه. و واقعا گاهی وقتا ما برای بیمار ارتودنسی میکنیم، وقتی که فامیل های دور مریض رو نمیبینن، بعد از 2 سال مریض رو میبینن، اصلا ظاهرش متفاوت میشه. ولی اون دندونای نیشی که اون بالا در اومدن رو نمیکشیم؟ حتما نمیکشیم. اصلا ما میگیم کشیدن دندان نیش جنایته. چون نیش دندان بزرگی است، در زاویه فک قرار گرفته، اگه کشیده بشه فک عقب نشینی میکنه و حالت پیر بیمار میگیره. اصلا اون دندان نیش نباید کشیده بشه. متاسفانه ما توی دانشگاه که هستیم، تو مطب که هستیم، میبینیم مریضایی با ما مراجعه میکنن که دندان نیششون کشیده شده. عجب. و دیگه نمیشه کاری کرد. این چطور آقای دکتر؟ این تصویر چی؟ اینم یه بیماری دیگری است. اینم همینطور هم دندوناش شلوغه و هم دندون کم داره. در اون دندانای جلو می‌بینید دندون کم داره، ولی دندونایی هم که داره دندونا شلوغ هستن. اینم به همین طریق ما باش ارتودنسی کردیم و دندان فضاها رو بستیم. یعنی یک جایی رو می‌تونید فضا رو باز کنیم، یه جایی می‌تونید فضا رو ببندیم. اونجا که شلوغه در واقع شلوغی رو صاف می‌کنیم. اگه کم باشه دندونا رو از اون عقب حرکت می‌دیم، در اون فضا می‌آوریم. اینم یه بیماری دیگه است. خب تصویر بعدی رو هم دوستان برای ما لطفا پخش کنید. یه سری حالا ابزارهایی هست که در ارتودنسی استفاده میشه. آها این براکت ها و اون تصویر وسط هم جالبه، اگه برای ما توضیح بدید چیه. ببینید این تصویر وسط بیماری است که به ما مراجعه میکنه که فک بالاش عقبه. وقتی بیمار فک بالای عقبی داشته باشه، دستگاه خارج دهانی رو ببینید که این فک بالا بیاد به سمت جلو. این الان بیماری است که یک دستگاه خارج دهانی رو گرفته که فک بالا به سمت جلو بیاد. ولی امروزه بیماران دستگاه خارج دهانی رو دوست ندارن. بیمارانی که ما مراجعه میکنن میگن یه چیزی به من بده که من وقتی میرم تو مدرسه بچه‌ها نگن که گارد گذاشتی. آره. نمیدونم کلاه خوده. حالا تو عالم بچگی ممکنه که با هم شوخی کنن، حتی مسخره کنن، اینجور بچه ها ناراحت میشن دیگه، دوست دارن چیزی باشه که خیلی احساس عذاب نکنن. ولی الان در کتاب ها این مطرحه، ولی یک روشی رو من اختراع کردم که در کتاب ها هم جدیدن اومده که حالا شاید در اسلایت های بله بعد تصویر بعد میتونیم ببینیم، تصویر بعد رو برامون نشون بدیم. این روش در واقع اون دستگاه خارج دهانی رو در واقع بیماران گرفتن. خب اینو یکم توضیح میدین تو که چی در واقع ما ایمپلنت هایی رو در ناحیه دندان های پایین کار میگذاریم که اون کشا رو به یک پلاک تو فک بالا میدیم و فک بالا رو به سمت جلو میاریم. با این روش که بیمار توی مطب بگیره، دیگه اون دستگاه خارج دهانی رو نخواهد داشت، دیگه اون کلاه خود رو نخواهد داشت. من این رو در اداره ثبت اختراعات آمریکا ثبتش کردم، گواهیش رو هم گرفتم که در واقع این روش برسه. الان خودتون آید تو از این روش استفاده میکنید؟ در بعضی از مواردی که بیمار بشه این ایمپلنت ها رو در بیمار کار گذاشت، در مطبم از این روش استفاده میکنم. این نکته بله. مهم این هستش که باید شرایط بیمار مناسب باشه، شما بسنجید باشه. اگر که شد از این روش استفاده کنید. این روش مزیتی که داره اون دستگاه خارج دهانی رو نداره. بله. خیلی مهمه، چون امروز بچه‌ها نمیگذارن. این جنریشن، این نسل با نسل قبل کاملا متفاوته. بچه‌های نسل قدیم رو وقتی بهشون گفتن دستگاه رو بگذارید گوش برف، پدر مادر میدادن، ولی امروز اصلا نمیدن. اون دستگاه رو نمیگذاره، وقتی نگذار دستگاه درمان نمیشه بیمار. ولی با این روش به سادگی داخل دهان اصلا دیده نمیشه، هیچ مشکلی رو نداره. این